ایندیپندنت در حمله اسرائیل به ایران بیش از 20 نفر جان باختند هک رادارها 5 دقیقه قبل از حمله حمله اسرائیل خامنه ای با شرمساری از فرماندهی کل قوا استفاده کرد پس از حمله اسرائیل به ایران در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد درود بر شما فرزندان دلیر آزادی امروز در کنار هم گرد آمدیم تا صفحه نو از تاریخ این سرزمین را ورق بزنیم صفحه ای که از اراده و ایمان ما برای رهایی از شنگال دیکتاتوری سرشار است این آغاز مسیر پر افتخار ماست جایی که نور امید و آرمان بلندمان تاریکی را در هم خواهد شکست یایید با قلب های استوار و قدم های محکم به سوی آینده ای آزاد و روشن گام برداریم اینجا آغاز یک حماسه است به ایران دیلی خوش آمدید بر اساس اطلاعاتی که از طریق چند منبع مطلع در خوزستان و تهران به ایندیپندنت فارسی رسیده تعداد جان باختگان حمله اسرائیل به ایران را بیش از 20 نفر است. یکی از منابع که از وضعیت رینگ پدافندی خوزستان پس از حمله مطلع بود به این دیپندت فارسی گفت 26 نفر در نقاط هدف قرار گرفته در سراسر ایران جان باختند منبع دیگر تعداد جان باختگان را 27 نفر اعلام کرد مقام های جمهوری اسلامی تاکنون تعداد جان باختگان حمله بامداد شنبه پنجم آبان اسرائیل به ایران را چهار نیروی ارتش و یک غیر نظامی اعلام کردند در بیانیه ارتش جمهوری اسلامی یا قرارگاه پدافند کشوری به تعداد مجروحان نقاطی که هدف قرار گرفتند و میزان میزان خسارات ای نشده است. منابع غیررسمی داخلی تنها اعلام کردند که این حملات مجروحانی داشته است و احتمالا افزایش شمار جان باختگان وجود دارد. اطلاعاتی که این دیپندت فارسی از منابعش به دست آورده نشان می‌دهد که سامانه‌های پدافند هوایی پالایشگاه آبادان در حمله اسرائیل هدف قرار گرفته و به شکل گسترده‌ای تخریب شده است. پیش از این منابع مطلع و تصاویر ماهواره‌ای از حمله به سامانه‌های پدافندی کارخانه ی تولید پهباد و میکسرهای سوخت موشک خبر داده بودند گفته می در مجموع به 20 نقطه در بامداد شنبه حمله شده است بزرگترین اهداف در ایلام غرب شرق و جنوب تهران ماهشر و طالغان بودند هرچند منابع ایندیپندنت هدف قرار گرفتن سامانه پدافندی در آبادان را هم تایید کرده است اطلاعات دیگری از منابع این دیپندت فارسی جزئیاتی از دقایق منتهی به اصابت موشکهای اسرائیلی را فاش کرده است بر اساس این اطلاعات پنج دقیقه پیش از موج اول حمله سیستم راداری پدافندها در چند نقطه ایران هک شده است صفحه نمایش این رادارها فریز شده و امکان رهگیری اهداف مهاجم از رادارهای پیشرفتهتر در برخی از سامانه‌های پدافندی صرف شده بود در این فاصله از قرارگاه پدافندی کشوری به کاربری سامانه‌های پدافندی این اختیار داده می‌شود که با استفاده از اطلاعات سامانه‌های راداری به هر هدف پرنده نزدیک شونده در محدوده ی عملیاتیشان حمله شود عموم این اقدامات پدافندی با استفاده از سامانه‌های تر انجام شده است سامانه های پدافندی پیشرفته از جمله سامانه های استیصد و نمونه های مشابه بومی از اهدافی بودند که از بین رفتند یا خسارت شدیدی دیدند در روز شنبه ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار یک بیانیه مدعی شد که حملات با استفاده از موشک هوا به زمین از جنگنده های اسرائیل در حریم هوایی عراق انجام شده است در این بیانیه آمده است که هیچ یک از هواپیماهای اسرائیلی به حریم هوایی ایران وارد نشده است با توجه به حک ها سیستم های راداری پیشرفته در غرب کشور ممکن است هواپیماهای اسرائیلی به حریم هوایی ایران وارد شده ولی رهگیری یا شناسایی نشده باشند اسرائیل در بامداد شنبه در سه مژ به اهدافش در غرب و عمق خاک ایران از جمله تهران حمله کرد ارتش اسرائیل هیچ جزئیاتی از نحوه انجام این سه حمله ارائه نکرده است ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مدعی است که تعداد قابل توجهی از موشکای اسرائیلی را رهگیری و منهدم کرده است. آنها همچنین میگویند که خسارات محدود و کم اثر بوده است. حمله اسرائیل به ایران در پاسخ به عملیات موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل در روز دهم ده مهر انجام شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفت توانسته به سر اختاپوس ضربه بزند. سر اختاپوس اصطلاحی است در توصیف جمهوری اسلامی. اختاپوسی که بازوهای آن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه هستند. پیش از این حمله اسرائیل توانسته ضربات محرکی به ساختار فرماندهی و بدنه حزب الله لبنان و حماس وارد کند. حوسی یمن هم در هفته گذشته هدف حمله قرار گرفتند و گفته می شود بخش مهمی از زرادخانه موشکی و امکاناتشان را از دست دادند. <متصفح> حمله اسرائیل خامنه ای با شرمساری از فرماندهی کل قوا استفاده وقتی یک آخون در مقام فرماندهی کل قوا قرار بگیرد، وضعیت قوای سگانه نظامی کشور از این بهتر نخواهد شد. خامنه ای پس از ضربات اخیر اسرائیل به شیوه خمینی جام زهرا سر کشید و وظیفه پاسخگویی به اسرائیل را به مسئولان واگذار کرد. واکنش عاجزانه خامنه ای نسبت به پاسخگویی اسرائیل این گونه بود: آنچه صلاح ملت و کشور است، باید توسط مسئولان انجام گیرد. کیفیت کار را مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن باید بدانن ملت ایران کیست جوانان ایران چگونن این فکر این انگیزه این رشادت این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره خود این امنیت سازه خامنه ای همواره در تمام دوران حکومتش مشهور به کرکری خواندن و صدور فرامین نظامی بوده است. خامنه ای همان رهبر ناتوانی است که پشت سرزمین ایران با جمعیت 90 میلیونی و با موقعیت سوق بسیار استثنایی مذبوحانه سنگر گرفته. و هر بار به بحانه های مختلف علیه دیگران به رجزخانی می پردازن. پس از ضربات حمله هوایی اسرائیل به مراکز نظامی جمهوری اسلامی که بسیار سنگین بود، خامنه ای کاملا خواهفانه اعلام نمود که پاسخ به حملات اخیر اسرائیل را باید مسئولان تشخیص دهند، نه خودش. خامنه ای در نخستین واکنش به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران گفت کیفیت فهماندن قدرت و اراده جمهوری اسلامی به اسرائیل را مسئولان باید تشخیص دهند و آنچه که صلاح است انجام بگیرد این اظهارات خامنه ای به معنای استعفای او از مقام فرماندهی کل قوا تلقی می شود این آخرین عقب نشینی خامنه ای نخواهد بود بلکه او به اقتضای زمان و مکان بار دیگر پس از تحمل شکست های پی در پی دست به عقب نشینی خواهد زد. این بار آمریکا بود که به داد سید علی خامنه ای رسید و مانع از ضربات سهمگینتر اسرائیل به جمهوری اسلامی شد. اما در آینده معلومی است آیا واشنگتن بار دیگر به داد جمهوری اسلامی خواهد رسید یا نه؟ من مراد ویسی هستم و این برنامه سیاست با شماست. در روزهای گذشته اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کرد. ببینیم که موضع خامنه ای در مورد این حمله چی بود در واقع خامنه ای فرار کرده از تصمیم گیری درباره حمله متقابل به اسرائیل فراری که خامنه ای از تصمیم گیری درباره حمله متقابل به اسرائیل انجام داده روششه علی خامنه ای عادت داره موقعی که تصمیم گیری سخت میشه از زیر بار مسئولیت فرار کنه حالا که اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کرده سوال خیلی ها اینه که آیا جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل جواب میده؟ در ساعات اول بعد از حمله اسرائیل یعنی روز شنبه طرفدارای جمهوری اسلامی تلاش کردن بگن که حمله چیز خیلی مهمی نبوده و اسرائیل نتونسته جایی رو بزنه و این فضا رو دامن میزدن که لازم نیست ما هم جواب بدیم سکوت فرمانده های سپا و مقامات جمهوری اسلامی هم این فضا رو دامن زد که جمهوری اسلامی نمیخواد جواب بده ولی حالا با صحبت های روز یکشنبه خامنه ای یه فضای دودلی و تردیدی بر طرفدارای جمهوری اسلامی حاکم شده یه چیزی که این فضای مبهم رو بیشتر میکنه اینه که خامنه ای در صحبتاش مستقیم حاضر نشد بگه به حمله اسرائیل جواب میدیم یا نه ترجیح داد توپ رو بندازه تو زمین شورای عالی امنیت ملی و دولت پزشکیان اگه شورای عالی امنیت ملی گفت دوباره حمله کنیم به اسرائیل و کشور رفت سمت جنگ با اسرائیل و آمریکا خامنه ای میتونه بگه من تصمیم به جنگ نگرفتم مسئولات تصمیم گرفتن اگرم شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که مصلحت اینه که به حمله اسرائیل جواب ندیم اون موقع خامنه ای به طرفدار نظام و از جمله تندروترها و عرضشی ها میگه من میخواستم برم جنگ چفیم هم دور گردنم بود ولی مسئولات از جمله پزشکان نرفتن جنگ وگرنه من آماده جنگ بودم مثل آشورا و امام حسین بریم جنگ ولی مسئول آماده نبود یعنی خامنه ای که در حالت عادی تو همه امور دخالت میکنه و نظر مستقیم میده اینجا که اتفاقا طبق قانون اساسی اون رهبره که باید تصمیم بگیره و قانون اساسی میگه رهبر مسئول جنگ و صلح اینجا جا خالی میده که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه و برای خودش امکان بازی کردن در هر دو طرف موضوع رو نگه داره چه جنگ بشه چه جنگ نشه بعد جالبه که خامنه ای این فرار از مسئولیت رو برای فریب مردم انجام میده. ولی اکثر مردم اینقدر تو این قطعی مسائل تیزن و تجربه دارن که میدونن خامنه ای داره از زیر بار مسئولیت فرار میکنه این بار اول هم نیست که خامنه این کارو میکنه در کشدار آبان 98 هم که این روزا سالگردشه خامنه این دقیقا همین کارو کرد وقت دیدید افزایش قیمت بنزین باعث اعتراض مردم شده خودشو کشید کنار گفت من تو افزایش قیمت بنزین کارشناس نیستم سران قوا تصمیم گرفتن به منم گفتن منم گفتم باش بنده در این قضیه سررشته ندارم یعنی تخصص این کار رو ندارم گفتم من به آقایون گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف. بعضی ها اون رو لازم و واجب میتونن، بعضی ها مزر میدونن بنابراین منم که صاحب نظر نیستم توی این قضایی گفتم من صاحب نظر نیستم لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم این دو تا سند نشون میده خامنه ای در مواقع حساس از زیر بار مسئولیت فرار میکنه سومین سندم که بازم نشون میده خامنه ای در مواقع سخت دو دوزه بازی میکنه و مسئولیت تصمیماتش رو نمیپذیره موقعی بود که ترامپ در سال 1397 گفت میخوام از برجام بیام بیرون اونجا خامنه ای گفت من از اول با امضای برجام به این شکل مخالف بودم و مسئولین به حرفای من گوش نکردن از روز اول بارها و بارها گفتم با آمریکا اعتماد نکنید هم در جلسات خصوصی این رو گفتم هم در جلسات عمومی مردمی گفتم در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم گفتم به اینا اعتماد نکنید اگر میخواهید قرارداد ببندید تضمین های لازم را فراهم بکنید بعد صحبت کنید بعد قرارداد ببندید بعد امضا کنید خامنه ای که الان هم از زیر بار تصمیم گیری درباره حمله یا عدم حمله به اسرائیل فرار میکنه در حال این حرفار درباره برجام زد که همه میدونستن که بدون نظر خامنه ای اصلا غیر ممکن بود برجامی در کار باشه اصلا روحانی و ظریف با اجازه خامنه ای رفتن سمت و مذاکره با آمریکا و اصلا برجام وقتی شروع شد که خود خامنه ای گفت من میخوام مثل امام حسن نرمش قهرمانانه بکنم ما مخالف با حرکت های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست های داخلی نه بنده معتقده به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد نرمش قهرمانانه عیبی نداره همین خامنه ای همی که برای توافق ای با آمریکا گفته بود امام حسن هم به وقتش نرمش قهرمانانه کرد یه دفعه وقتی ترامپ سه سال بعد از امضای برجام خواست از برجام بیاد بیرون به جای پذیرش مسئولیت خودش به عنوان رهبر برگشت گفت من از اولش با اینجور امضای برجام مخالف بودم در حالی که نه فقط خودش در تمام مراحل مذاکرات برجام تصمیم گیرنده بود ظریف نتایج مذاکرات رو مستقیم بهش گزارش میکرد بلکه حتی اون یکی وزیر خارجم یعنی علی اکبر صالحی هم در تایید همه کاره بودن خامنه ای در مورد توافق با آمریکا گفته بود که حتی قبل از اومدن دولت حسن روانی خامنه ای به من دستور داد که برو در عمان مذاکرات مخفیانه با آمریکایی‌ها رو شروع کن میگه حتی خامنه ای اینقدر برای مذاکره با آمریکا و رسیدن به توافق عجله داشت که از او تحریم های فلج کننده اوباما بیاد بیرون ساله ای وقتی بهش گفته بود آقا احمدی نجات به عنوان رئیس جمهور و سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای علی امنیت ملی مخالفن که من برم عمان مذاکره کنم خامنه ای بهش گفته بود به اونا ربطی نداره تو برو با امریکایی مذاکره کن گزارشش هم مستقیم خودم بده قرار بود که وقتی که آقا اجازه دادن ما کار رو شروع کردیم و ولی آقای احمدی نجات که کنار کشیدن خب من سعی کردم با آقای جلیلی, جلیلی, جلیلی بکنم خب آقای جلیلی خیلی چیز نبودم یعنی راضی به این کار نبودم خب بالاخره وزیر خارجه اختیاراتی داره دیگه حضرت آقام که اصلش رو بودن همه این موارد رو که بررسی میکنیم و به سندار رو جو میکنیم میبینیم خود خامنه ای تصمیم گرفته که کشور چی کار کنه و مسئولین چی کار کنه ولی حالا که برخلاف دفعه قبل قدرت اسرائیل رو دیده دیده هواپ اسرائیل تا رو تهران اومدن خیلی از سایت های موشکی و پهبادی رو زدن و الان اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل پاسخ بده ممکنه جنگ بشه و پای آمریکا بیاد وسط اینجا میگه مسئولین تصمیم بگیرن اگه نتیجهش خوب شد بگه من تصمیم نهایی مسئولین تایید کردم اگه نتیجهش بد شد بگه مسئولین خواستن منم تصمیم اونا رو تایید کردم در حالی که همه میدونن خامنه ای مهمترین فرد تصمیم گیر در جمهوری اسلامیه جالبه که الان که خامنه ای میخواد توپو بندازه تو زمین پزشکیان و شورای علی امنیت ملی بقیه مسئولا همه اون مسئولین هم که میخواد تصمیم کسایی هستن که همشون خودش تعیین کرده یعنی الان این شورای عالی امنیت ملی که باید درباره حمله سه باره به اسرائیل تصمیم بگیره و همه اونایی که در شورای عالی امنیت ملی مسئولن منصوبین مستقیم و غیر مستقیم خودشن عمده اعضای شورای امنیت ملی یعنی تقریبا نصف اعضای شورا از دوازده نفر همه فرماندهای ارشد سپاه منصوب مستقیم رهبرن اسامی رو داریم میبینیم دیگه محمد باقری رئیس ستاد کل منصوب رهبره حسین سلامی فرمانده کل سپاه منصوب رهبره اسکندر مؤمنی وزیر کشور که اونم از فرماندهای ارشد سپاس عملا منصوب رهبره فرمانده سپاه هم هست از اون طرف باقر قالیباف رئیس مجلس هم که بازم فرمانده ارشد قدیمی سپاس اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات هم و فرمانده قدیمی اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاس حتی عباس عراقچی هم که مثلا وزیر خارج است عضو سابق سپاس و الان موتی کامل سپاس دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بازم از فرمانده های سپاس سرتیپ پاسدار علی اکبر احمدی سعید جلیلی هم نماینده دیگه رهبر در شورای عالی امنیت ملیه محسن اجهی هم رئیس قوه قضایه منصوب مستقیم رهبریه فرمانده ارتش هم که عضو شوراست منصوب و مستقیم رهبره فقط میمونه پزشکیان و رئیس سازمان برنامه بودجه که پزشکیان هم تنفیز و حکمش با رهبره خودش گفته مجری سیاست رهبره رئیس سازمان برنامه بودجه هم که در عمل کاره نیست فقط باید پول لازم برای جنگ احتمالی رو تهیه کنه تو این وسط کسری بودجه و خزانه خالی که حتی پول گندمکارا هم ندارن که بدن بنابراین وقتی حتی به ساختار شورای عالی امنیت ملی نگاه میکنیم همه منصوب رهبرن و در واقع این خود خامنه یه که درباره حمله یا عدم حمله به اسرائیل تصمیم میگیره ولی چون الان برخلاف دفعه قبل قدرت اسرائیل رو دیده خطر جنگ کامل با اسرائیل و آمریکا دیده از مسئولیتش فرار میکنه میگه مسئولات تصمیم میگیرن بعد از اون طرف قالیباف که بدون اجازه رهبر آب نمیخوره میگه باید به اسرائیل جواب بدیم گرچه اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود میداند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضاعات خواهد بود با این وضعیت معلومه که اگر جمهوری اسلامی بخواد به حمله اسرائیل جواب بده تصمیم گیرنده اصلی خامنه فرمانده سپان مثل غالیباف اینا نظر نهایی رو میدن و در شورای عالی امنیت ملی هم در اکثریت هم پزشکیان کاره ای نیست و اگر بخوان پزشکیان رو ببرنش به جنگ با اسرائیل و آمریکا فقط باید بودجه جنگ رو تأمین کنه که اونم نمیدونه با این خزانه خالی با جنگ چیکار کنه چون جنگ پول میخواد پس از حمله اسرائیل به ایران در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با گذشت چندین روز از حملات هوایی اسرائیل به مکانهای نظامی در چندین استان ایران تهران با وجود اینکه دفاع را حق و وظیفه خود دانسته اما اقدامی در این راستا نکرده است علی خامنه ای یک شنبه ششم آبان در سخنانی اعلام کرد که حمله اسرائیل نباید بزرگ نمایی شود و نه کوچک انگاری خب یه غلطی کرد خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن بزرگ نمایی اونا غلطه اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط اینی که ما بگیم نه چیزی نبود اهمیتی نداشت فلان این هم غلط جو بایدن هم ابراز امیدواری کرده که پاسخ اسرائیل پایان درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی و تلاویف باشد. علی خامنه ای رهبر ایران روز یکشنبه در اولین اظهارات خود پس از حمله بامداد شنبه اسرائیل به سایت های پدافندی و مرکز تولید موشک جمهوری اسلامی در چندین استان کشور گفت اقدام اسرائیل نباید بزرگ نمایی شود و نه کوچک انگاری. او بدون اشاره به جزئیات این حمله که منجر به کشته شدن دستکم چهار نظامی ارتش ایران شد آن را خطای محاسباتی اسرائیل خواند که باید به هم بخورد در آخرین مورد از تنشهای ادامه دار میان تهران و تلاویف اسرائیل بامداد شنبه برای اولین بار به صورت علنی به خاک ایران حمله هوایی انجام داد ایران با محدود خواندن خسارات بر حق خود در دفاع تصریح کرد و کشورهای منطقه را از جمله عربستان و امارات متحده عربی حمله اسرائیل را محکوم کردند و بر لزوم خویشتنداری تاکید نمودند به دنبال این حمله اسرائیل ایران را تهدید کرد که در صورت پاسخ بهای گذافی پرداخت خواهد کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت تنها علت انتخاب اهداف مورد حمله در ایران منافع ملی اسرائیل بوده است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که کشورش متحد نزدیک اسرائیل و تمین کننده اصلی تسلیحات آن است گفت امیدوارم این پایان درگیری ها باشد اما وزیر دفاع او اظهارات تندتری در تهدید ایران ایراد کرد لوی داسین در گفتگوی تلفنی با یوآف گالانت همتای اسرائیلی خود هشدار داد که ایران نباید اشتباه پاسخ دادن را مرتکب شود او افسود در حال حاضر فرصتی برای استفاده از دیپلماسی برای کاهش تنش در منطقه وجود دارد حمله هوایی اسرائیل در پاسخ به حمله موشکی اول اکتبر ایران به خاک اسرائیل بود حمله موشکی که در بستر افزایش تنشا در منطقه میان اسرائیل از یک سو و جمهوری اسلامی و متحدان منطقه آن از جمله حزبالله حماس و حوسی های یمن صورت گرفت. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه که روز شنبه منتشر شد، هدف قرار گرفتن چند سامانه راداری را تایید کرد. به نوشته ی خبرگزاری فرانسه، برخی کارشناسان معتقدند هدف از این حمله نشان دادن توانایی های تهاجمی اسرائیل در عین اجتناب از تشدید تنش بود. از نظر جوس هیلترون مدیر برنامه خاورمیانه در گروه بین المللی بحران ایالات متحده میخواست این اقدامات تلافی متناسب باشد تا ایران نیازی به پاسخگویی نداشته باشد. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید بی نهایت سپاس گذاریم. حضور و حمایت شما عزیزان قوت قلب ما در این مسیر پرپیچ خم برای رهایی میهن عزیزمان از چنگال دیکتاتور است ما بر این باوریم که آگاهی رسانی کلید فتح پیروزی است و هر گامی که در جهت افزایش آگاهی برداشته می شود ما را به سوی آزادی و روشنایی هدایت می نظرات و پیشنهادات شما برای ما بسیار ارزشمند است لطفا دیدگاه های تان را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با استفاده از دانش و تجربه جمعی برنامه های بهتر و موثرتری ارائه دهیم هر کامنت شما میتواند راهگشای راه ما برای ارائه محتوای غنیتر و مفیدتر باشد و در این مسیر ما را یاری رساند ما در این راه دشوار به امید روزی هستیم که ایران عزیزمان از بند استبداد و ظلم آزاد شود و تمامی ما در فضای آزاد و آرام زندگی کنند تا آن روز ما با تمام توان و تلاش خود در خدمت شما خواهیم و با هم و در کنار هم برای روشنگری و آزادی ایران عزیزمان تلاش خواهیم کرد تا درودی دیگر بترود.